مجید جان سلام. سلام آرمین جان، حالت خوبه؟ سلام، خوبی؟ حالت بخیر، قربون برم. خیلی ممنون، صحبت های خوبی بود، ولی یه جایی هم از افغانستان دور شدیم. ولی فیاض صحبت های خوب بود، خودش افغانیه میدونه دیگه، خارج هم که زندگی میکنه دیگه، شرایط رو میدونه، همون نظرهایی که ما داریم دیگه. دفعه قبل که صحبت کردیم که واقعا نظر من چی بود، خیلی حالگیری بود دیگه، اینجوری افغانستان رفت به باد هوا با همه این اتفاقات. ولی خیلی خوشبینانه تو نظر میدی در مورد افغانستان، خیلی کار داریم. ولی خود ایران حالا لحاظ محرومیت میگم، باز ایران بهتره از افغانستان. یعنی ما یه دو درجه مثلا رشدمون بیشتر بوده، نفت داشتیم، یه اتفاقات دیگه افتاده. افغانستان خیلی مشکلات داره، یعنی واقعا باید بالا و پایین همه باید کمک کنن، نمیشه از بغل و نمیدونم چپ و راست داره، اصلا خیلی کار داره. از لحاظ عقیدتی هم متاسفانه افغانستان خیلی الان شما نگاه کنید، عقایده که طرفداری از سکولار دموکراسی به شدت تو ایران بیشتره، اسلام گریزی تو ایران به شدت زیادتره، حتی کسایی هم که دیندار هستن اونا هم خیلی طرفداریشون از یه حکومت سکولار دموکراسی رفته بالا. ولی افغانستان اگه آمار رو نگاه کنیم، اتفاقا به شدت متاسفانه افغانستان نه تنها نسبت به ایران بلکه نسبت به همه کشورهای اسلامی به شدت عقبه. یعنی طرفداری از شریعت، طرفداری از یعنی طرفداری از اینکه اعدام مرتد، طرف اصلا عقاید، درصد مردمی که این عقاید هنوز قبول دارن متاسفانه تو افغانستان بسیار زیاده. ولی دلیلی که من خوشبین هستم به خاطر اینه که من فکر میکنم تو آینده نزدیک دسترسی به اطلاعات انقدر راحت میشه برای مردم، حتی برای روستاییان و برای مردمی که الان اصلا نمیتونیم حتی تصور بکنیم که اینا دسترسی به اینترنت داشته باشن، به نظر من. و این یک انقلاب عقیدتی تو تمام جهان به وجود خواهد آورد به سرعتی که اصلا خیلی ما شوکشیم. یعنی من میام چینه تو ذهنی هم داریم میریم جلو، ما به سرعت باور کن اطلاع یعنی پیشرفت داره به سرعت نور میرسه. شما ببین، اولا این محرومیته که اونجوری میشه افغانستان یا کشورهایی که محرومتره، هرچی محرومیت بیشتر این اتفاقات و اعتقادات حالا دیگه بدتر از ایناش یه چیزایی پیش میاد، یهو وسط دین میگی بابا این اگه دین اینو میگه، قرار بود دین بیاد مثلا یه قوانینی بذاره. یعنی تمدن اون موقعی شکل واقعی مدرن ترشو به خودش گرفت که دینا اومدن وسط. از تاریخی اگه بکنیم میخوایم بگیم خیلی قوانینی آوردن، یه قوانین میفهمم، من میدونم اصلا من که مخالف 100% میخوام بگم که اونا برای اینکه یه قوانینی بیارن و قدرت ها ازشون استفاده میکردن دیگه. یعنی اونا احتیاج داشتن همیشه یه سری یه دینی برای خودشون انتخاب کنن که بعد بتونن مردم، حالا کاری نداریم دیگه خیلی میریم عقب. اما همین الانش هم تو افغانستان میبینی که چون محروم و فقر شدید وجود داره و داشته، همینجوری ادامه داره میاد جلو، ایران یه جای جدا کرد خودش، این اتفاقات بیشتر میفته. یعنی تو مثلا جنوب لبنان اینا میتونن برن حزب الله رو تشکیل، فقر شدید بوده، حالا میان یه چیزی بهشون میدن، یه ارتش درست میکنن. تو جنوب عراق فقر شدیده، ارتش راحت میتونن یه ارتش برای خودشون درست کنن، اسلحهشون هم میدن و فلان، ایران راحت بره درست. فقره آقا، شما اگه رفاه داشته باشی، خونت سر جاش باشه، دوست دختر داشته باشی، عشق داشته باشی به زندگی، پدر مادرتو دوست داشته باشی، آقا بلند نمیشی هر کی هر چی گفت من برم خودم منفجر کنم، نمیکنی دیگه این کارا رو، یواش یواش دور میشی. اینی هم که تو میگی ما درست در راه، یعنی بشریت اگه بخوایم حساب کنیم، ما در راه درست داریم میریم جلو. یعنی بالاخره این دینا رو یه جوری، سرعتش هم خیلی زیاد شده، چون اینترنت رو ببین، اونایی که از سال 98 به دنیا اومدن داستانشون با بقیه فرق میکنه. و
خاطر که اینا اومدن تو اینترنت و این موبایل های حساب اسمارت بگی جلوی خودتو روز آیفون اومد و بعدش دیگه اصلا اونا یه جور دیگه اصلا بزرگ شدن. نمیفهمم ما رو، ما که دهه 80 مثلا، من یه نوجوان دهه 80 هم مثلا 15-16 سالم بوده زدم تو. تو ببین چقدر تغییرات شده دهه 80 تا الان. دهه 80 دروازه به نظر من دنیای جدید رو باز کرده. یه کامپیوتر میاد مثلا، بعد دیگه آخرش این سلفون ها میاد، بعد دیگه بیا دهه 90 دیگه با شروع میشه دیگه، اونجا شروع میشه کامپیوتر ها میاد دیگه، هر کسی یه دونه واسه خودش کامپیوتر دستی داره و این برمان و ارزونتر میشه. هم اینترنت میاد دیگه همه گیر میشه، بعد اینجوری میشه، بعد دیگه الان شما شاید یک ثانیه طول نکشه هر اتفاقی هر جای جهان بیفته شما مطلع میشه. یک ثانیه حالا اگه اغراق باشه یه دقیقه میشه. سوا اتفاق تق جلو برو همه میفهمن دیگه، اگه یک چیز خبر مهم باشه سریع تر. بنابراین خیلی خیلی سرعتمون زیاده نسبت بید. اما خب یه جاهای دیرتر دیگه مثل افغانستان مشکل زام است، خواهی نخواهی هم رفت میشه، ایران هم میشه. ما چون برای خودمون دوست داریم اینو ببینیم تاریخی 40 سال 50 سال اینا تو تاریخ بعد آقا مثلا چیز زیادی نیست. مثلا 40 سال الان جمهوری اسلامی ایرانو گرفته، خب تو این 40 سال مردم هم یه تغییراتی. یه مسئله دیگه هم اینه که اگر میخوای ببینی کشوری در راه دموکراسی رو درست داره پیش میره، باید زناش ببینی اونجا چه خبره. آیا حقوق زن این خیلی مهمه؟ یه کشوری که حقوق زنشو رعایت نمیکنه اصلا فکرش هم نکنیم به دموکراسی برسه. اولین حرکت به نظر من نصف جمعیته، احترام بذاری بیشتر و کمتر هم نه، حقشو بده. اونورم فمینیست که الان داستان اونام بعضی موقع با فناتیکاش افراطیه یهو میبینی اون میخواد زنه سر مرده باشه، یعنی حقوق ما چرا بیشتر از تو نیست؟ حالا بابا اونوری حالا باید بریم اونو بگیریم. اتفاقا فمینیستایی که اینجوری فناتیک هستن به شدت به ضرر حقوق زن هستن. خب یعنی فمینیستایی که آره فناتیک هستن اینجوری برای که همه فمینیستی رو میان همه فمینیستی رو خراب میکنن و مردم از فمینیستی زده میشن و زده شدن از فمینیستی اون وقت هزینه داره برای جاهایی که واقعا برای مبارزه با حقوق زن لازمه، برای اینکه همه فمینیستی رو مردم میخوان بذارن کنار. هر جای افراطیگری بشه منفی میشه برای خودش. درست. مثلا قبل از خمینی به نظرم افراطیگری از زمان خمینی شدت خودش رو گرفت، چون اینا شروع کردن صادر کردن انقلاب، بعدم طرحهای خودشون رو دادن. خیلی این مسئله چپی ها خیلی به اینا کمک کردن ها. اینو بگم ها. اون چپی هایی که جدا شدن از چپ رفتن زندان، اونجا دیگه گفتن نه دیگه با تغییر موضعی ها، اونایی که بد شدن تواب و اومدن بیرون با اینا همکاری، اونا خیلی به اینا پا دادن ها. اینا پایه هاشون رو از اونا گرفتن. یه چیزایی هم داشتن کپانی کردن و اول تو ارتش و ارتش رو میخواستن اصلا از بین ببرن، اما اولش که اومد اینا و مجاهدینه خیلی زور میزدن ارتش رو باید بزنی بره، چون پایه هاش گفتن ما حزب توده قدرتمندترین حزب رو ما میخواییم بگیریم دیگه. حالا بقیه دیگه کوچولو کوچولو زیاد شد اون موقع، پیکاری خیلی زیاد شد، ولی منظورم چپ قوی ایران که روشنفکری بود که شاه به خاطر همین چسبید به دینی ها در اصل، یعنی غرب بهش فشار میابود بهش توصیه هاش اینجوری بود که تو با اینا بساز که اونا نتونن بیان کمونیست ها مرز شوروی. این باعث بعد دم انقلاب درست برعکس، یعنی چپی ها چسبیدن به همین اسلامی ها که شاه ازشون میترسید، اونا خودشون با این اصلا یهو دیدیم وسط روشن فکره ما رفت دنبال خمینی. این از روشن فکر بود. عصر انقلاب هم بود تو کشورهای مختلف که همه هم فکر میکنن روشن فکری اینه که بیان از هر انقلابی دفاع بکنید، ولی ما در راه درستی بودیم. من کاری ندارم شاه اشتباهاتی میکرد، بله اونم زندانی سیاسی، آقا زندانی های سیاسیش هم آرمین جون همین هایی بودن که الان هستن. مشکل ما میدونی اینه که باید درست بشه الان فرنگ. الان هر گروهی تمام اون منطقه تمام این کشورهایی که اینجوری میشه، هر گروهی که
تو اپوزیسیونه، ما دلمون براش میسوزه و نمیدونیم میگیم آخ مثلا این گروه مسلمونا رو زدن اینا رو فلان، و همونا میان قدرت رو میگیرن، اون یکی ها میرن زیر، میبینی همون کارا رو اینا بر علیه اونا میکنه، بعد اونا رو باید اینا در موزه ضعف هم نمیدونم بهشون داره اجاب میشه و به بشر رایت هیچ کنه. ما باید بشر دفاع کنیم ولی در هر صورتی حتی ما باید بکنیم، میگم اون گروه ما مجبوریم دیگه، میبینیم مثلا آه زن و بچه یارو فلان آقا نزم، همین میره میگیره همون کارو واسه زن و بچه یکی دیگه میکنه. درست. این هنوز با این فرهنگ جا نیفتاده که بابا وقتی گرفتی دیگه بکش بکش قرار بس باشه، این مشکله. ما حالا مجید جان افراطی که میگی هر چیزی افراطی بشه بده، ما هم تو گروه های خودمون هم افراطی داریم، یعنی فکرای حرکت ما هم میتونه افراطی بشه. ما مثلا هم اسلام ستیزایی داریم که به جای اسلام ستیزیشون رفته شده مسلمان ستیزی، که اینا رو ما افراطی های خودمون حساب میکنم، یا براندازایی داریم تو گروه های خودمون که اینا مثلا میخوان یه انتقام خونی بگیرن از موقعی که مثلا برانداز بشه، از هر بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ وکیلی، از هر کسی عمامه رو سرش باشه، اینا میخوان بیان یه انتقام بگیرن، هم از خودشون هم از خانواده‌شون. یعنی من یه سری آدمای اینجوری هم داریم. ما باید اگه ما افراطی‌های گروه دیگه رو می‌شناسیم، یه روشی که خودمون مراقب باشیم که افراطی نشیم اینه که خودمون هم بیایم افراطی‌های گروه های خودمون هم پیدا بکنیم و اونا رو سعی کنیم جلوشون رو بگیریم. یعنی فقط مشکل گروه های دیگه رو نگیم، ای شما افراطی دارین، شما افراطی دارین، خودمون هم نگاه کنیم ما هم افراطی تو گروه هامون داریم. آره دیگه، اونم کار شماست که رسانه داری دیگه، باید روی آره دیگه عضوهای به همفکرهای خودت کار کنی، این چیزا درسته دیگه. من که اصلا مخالفم، ستیزی نداریم آقا، اون اونجوری اون ما اونجوری، چه ستیزی دارم؟ البته ستیز من اسلام ستیز هستم، البته مسلمان ستیز نیستم، میدونم چه من ستیزش کار ندارم، من قبولشون ندارم، من میگم من اصلا فکر تو رو قبول ندارم، حرفم داری بزن حرفتو بزن، اگه توهین کنه خب منم وقت نشون میتونم بدم توهین بهش، میتونم بهش خالی کنم که ما هم بلدیم، اما آخه دعوا کردن من چی گیرم نمیاد. این مثلا من بگم مثلا فلان فلان شده، اونم بگه خودتی فلان فلان کنی، دعوا مون نه ولی فرق من قانع کنم، نه اون میتونه من قانع کنه، ولی حرف بزنیم شاید یه جرقه به یکی بخوره، اون که من فکر نمی کنم اون بتونه به جرقه رو در من بزنه که خدایی هست، میدونی منم نمیتونم جرقه رو بزنم، شاید چون اون به نظر من البته اون در موزه باطل قرار داره. درسته. اگر به خاطر اینکه واقعا چیزی که نمیدونه رو پاش وایساده، تو نمیدونی منم نمیدونم. ولی مجیدم فرق اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی رو نمیدونم متوجه میشه، چون من نمیدونم خوب دارم توضیح میدم یا نه. یعنی ببینیم ما اگه مثلا علیه یک بیماری هستیم، معنیش این نیست که علیه بیمار هستیم. خب ما علیه بیماری هستیم اتفاقا به خاطر خود بیمار. خب یعنی ما اگه داریم مثلا با یک سرطانی میجنگیم، خب با بیمار سرطانی که نمیجنگیم، اتفاقا روش جنگیدن با سرطان دفاع از بیمار سرطانیه. یعنی اتفاقا ما سعی میکنیم، ما داریم دوستی میکنیم، داریم حمایت میکنیم از بیمار سرطانی، با خود سرطان مشکل داریم. من همیشه میگم من اسلام ستیز هستم، ولی بهترین روش ستیزی با اسلام دوستی با مسلمانه. خب دوستی با مسلمان، برای اینکه مسلمانی که باش دوستی میکنی بیشتر حرفاتو ممکنه بپذیره و استدلالتو قبول بکنه. یعنی مبارزه با اسلامی که من علیهش هستم، بهترین روش دوستی با مسلمانانه نظر من. درست میگی دیگه، همون دوستی که میاد کارش درست میشه دیگه، چون به دوستت که تو دیگه فوش ببخشی خواهر مادر که آدم نمیده که، ولی وقتی میگی که تو مثلا میگی که میتونیم توهین کنیم، توهین باید ببینیم از نظر تو چیه. توهین اینه که مثلا من اگه دارم حرف میزنم مثلا یه بگم فلان فلان امام حسین تو نمیدونم علی تو، آخه یارو رو من دارم تحریک میکنم بیشتر تا بخوام بهش حرف بزنم، یا اینکه نه نقد تند میکنم، یعنی اونجا رعایت نمیکنم، خودمو سانسور نمیکنم، نقد خودمو میکنم، میگم مثلا اینجاش
مثلا تو اینجای قرآن چرت نوشته، این چرت نوشته، حالا اون میخواد توهین بدونه واقعا چرته، واقعا این چیه اینجا نوشته؟ کدوم چه کسی به چه کسی میاد توصیه میکنه این کارا رو بکن که خدا به ما میخواد بگه بکن؟ متوجه میشی؟ نقل تند قبول دارم، میگم به فحش و فضیحت کشیده بشه بس، هیچ چی گیرمون نمیاد جز دعوا و یقه‌گیری و اونم شاکی بود. من کاربرد من به نظرم توهین بعضی جاها کاربرد داره، خب، ولی برای تغییر نظر کاربرد نداره، ولی کاربرد جدای خودشو داره. خب ببین، مثلا من اگه بخوام با یک مسلمان صحبت کنم که چرا عقایدش اشتباهه، نمیام بگم که مثلا پیغمبر فلان فلان شده تو یا حسین فلان فلان، یعنی بیام فوش بدم به حسین و محمد و اینا. این مسلمان هیچ وقت نمیاد بگه ها من قانع شدم اسلام اشتباهه. خب این تاثیر مثبتی برای تغییر نظر یک مسلمان نداره. خب حتی اگه مسلمانی هم که باهاش صحبت میکنیم، وقتی محترمانه مثلا میایم بهشون میگیم چرا عقایدشون اشتباهه، حتی اگه عقایدشون هم اشتباه نشه، اگه یه بحث دوستانه ای باهاشون داشته باشیم، نقد پذیری رو داریم توشون روش میدیم، حتی اگه عقایدشون عوض نشه. ولی توهین جای خودش رو برای یک هدف دیگه ای داره، نه برای تغییر نظر مسلمان ها. اگه توهین برای از بین بردن خطای قرمزی که برای آزادی بیان کشیده میشه، اونجا من به نظرم توهین کاربرد داره. من قبول دارم که توهین برای تغییر نظر کاربرد نداره، ولی وقتی که یه جایی یا با تهدید یا با قانون میخوان بیان تعیین بکنن که ما چی حق داریم بگیم و چی حق نداریم بگیم، اون موقع اون صحبتایی رو که میگن حق نداریم ما بگیم، و اتفاقا ما اون صحبت‌ها رو باید بکنیم، به خاطر اینکه این خط قرمز رو ما نباید بذاریم کسی بر جلو دور بر ما بکشه. خب یعنی ما باید بگیم که این قانون‌هایی که گذاشته میشه یا این خط این تهدیدایی که میشه برای اونها، برای محدود کردن صحبت ما، نباید کاربرد داشته باشه، اتفاقا باید تأثیر منفی داشته باشه، که نشون میدن چیزی رو که می‌خواستن، صحبتی رو که می‌خواستن جلوشو بگیرن، اتفاقا هزار برابر بیشتر شد، که این از این روش‌ها استفاده نکنن. برای همین اگه یک حرفی رو، حتی اگه توهین هم باشه، بیان به ما بگن حق ندارین بگین، اون توهین رو اتفاقا من میام هزار بار انجام میگم بعد انجام بدیم، چون آزادی بیان داره تهدید میشه. اون موقع به نظر من توهین کاربردش رو داره، ولی هدف ما اون موقع تغییر نظر مسلمان نیست، اون موقع هدفمون مبارزه برای آزادی بیانه، فرق داره اونجا هدفمون. مثل مثلا همین کاریکاتورایی که کشیدن تو اروپا. دقیقاً منظورت اینه که آره قواره یه روزنامه مثلا در حد اندازه‌ای مثلا اینا تو کشور خودشون، خب اونا آره، اونا میشه آزادی تو مملکت خودش، یارو برای مردم خودش میگه تو چرا نوشتی؟ یا تو دانمارک میان تظاهرات میکنن تو کوپنهاگ برای شریعه لاگر، برای قانون شریعه، که ما تو دانمارک میخوام اینو داشته باشیم. دقیقه شما دیگه پر روین مالی تو مملکت طرف نشسته میگه من شریعه لاگر میخوام، لاگ به حساب میشه چیز. این بهترین مثاله مجید جان، شریعت میخوام مثلا اینجا داشته. البته این بهترین مثاله، به خاطر اینکه بعد از اینکه تو دانمارک اون شخص اومد محمد رو به یه شکلی که واقعا هم توهین بود و حقم داشت که بخواست توهین بکنه به نظر من، کشید و واکنش مسلمان‌ها خیلی جاها، نه همه جا و خیلی جاها، به شدت خشن بود، کلی آدم کشته شد، کلی جاها رو آتیش زدن، و جواب این چی بود؟ خب یعنی شما نگاه کنید زمان سلمان رشدی که اون کتابش رو نوشت، خیلی دفاع از سلمان رشدی اونجوری که باید میشد نشد، یعنی مردم اومدن نشون دادن که مسلمان ها این تهدیدایی که کردن جواب داد، یعنی نشون دادن که پس تهدیدای ما جواب میده، پس ما میتونیم از این روش استفاده کنیم. ولی وقتی تو ولی سالها بعد بهتر شد، تو اون اتفاقی که تو دانمارک افتاد، جواب جامعه به اون این بود، البته جوابای بعد هم داشتیم که مردم تهدیدا رو گفتن خب پس ما نباید بیان محمد بکشیم، برای اینکه نگاه کنین چی میشه. ولی خیلی اومدن گفتن که نه تنها با باید محمد بکشیم، یک روز تو سال گذاشتن کردن روز کشیدن محمد، به خاطر این واکنش، این تهدیدی که شد، گفتن که ما باید نشون بدیم که این تهدیدها جواب نمیده، و الان یک روز توی هر سال هست که رقابت میشه همه که بیان محمد رو بکشن، که ما هم اتفاقا توی این رقابت همیشه شرکت میکنیم، و نتیجه این انقدر کشیدن محمد انقدر زیاد شد
که الان اگه نگاه بکنین اون واکنشی که قبلا وجود داشت که تو دانمارک دیدیم، تو کشورهای غیر مسلمان دیگه اون واکنش قبلی دیگه وجود نداره، برای اینکه همه دیگه دارن محمد میکشن، یعنی اون حساسیت دیگه دقیقاً بعد از یه جایی شروع بشه دیگه. دقیقاً. درست میگی، هزینه هم داره ها، میشه همون شالی عبدو، اون اتفاقات فرانسه و بعد بلژیک و بعد نمیدونم هلند و برای ما بیشتر همین سر معلم فرانسوی همین چند وقت پیش و اینا همه ترکشاشه و اینا داره هزینه‌شو میده، اما کجا؟ با کدوم کشور؟ کجا؟ ما یه اون نمیتونیم الان تو افغانستان بریم یه همچی کاری بکنیم. من میگم باید اول اون پایه ها درست بشه، بالا و پایین کمک بشه، یعنی باید قدرت بیاد وسط و نشون بده که آقا من میخوام این تغییرات رو بدم، بعد شروع کنیم از کودکستان ها. ببین سال 1998 اولین آفریقایی تو تیم ملی آلمان بازی کرد، حالا سابقه نداشت اصلا آفریقایی که هیچی، هیچ خارجی نمیتونست تو تیم ملی فوتبال آلمان بازی کنه، باید آلمانی میبودی، ولی 1998 این اتفاق افتاد، عوض کرد، یعنی داستان عوض کرد. اصلا من خواهرم اونجا همین مربی مهد کودکه و از همون سالام کار کرده تا الان، همونجا شروع شد، بهشون دستور صادر شده که همه باید طوری با بچه رفتار کنن، خارجی و آلمانی باید قاطی باشن اولا و این فرهنگ رو جا بندازن همه با هم، برای هیچ فرقی نمیکنه، اونجا جامعه آلمان رو خواستن تغییر بدن که الان نتیجهشو یواش یواش داریم میبینیم. هنوزم آلمانی ها خیلی خیلی دربستن، خیلی دوست دارن اون ناشنال خودشون، اون ملیت خودشون نمیخواهد دست بده، اما تغییرات رو به هر حال از پایه شروع کردن، از کودکستان. اگر ما میخوایم اونجا تغییراتی بشه، بالا باید شروع کنه، مهلت بده بیاد برسه، این نسل برسه به بالا. نسل من نسل سوخته ایرانه آرمین، به خاطر اینکه در زمان گذشته، رژیم گذشته اون پایه ها رو داشت میچید، یعنی من 11-12 ساله تو مدارسی داشتم درس خوانم با کلی ذهنیت خوب، عشق بود، صفا، باور کن وقتی من به بچگیم و دبستان و راهنمایی و اینا عشق میکنم، اصلا چه مملکتی، چقدر قشنگ بود، چقدر با حالا ماها میتونستیم بیایم بشیم 18-19-20 ساله و یه نسلی بود که درست توی بابای اقتصاد خوب و مملکت مدرن و اینا داشتیم رشد میکردیم، اما نرسید. چرا نرسید؟ به خاطر سرعت زیادش. یکی از چیزهایی که من که از پایین به بالا به اندازه کافی ساپورت نشده بود، به خاطر حمایت نشده بود، داشت میشد دیگه. ببین از سال 46 ایران تقریبا صنعتی داشت میشد، درسته؟ پیکان رو آوردن، صنعت نمیدونم ذوب آهن اومد تو کار، اصلا ایران داشت به مراحل اقتصادی، میگم اقتصاد خیلی مهمه، همون جوری که خودت هم گفت خیلی مهمه. درست. و ما داشتیم رشد میکردیم، ولی رشدش زیاد بود، پول زیاد بود تو مملکت، یه ها اومد خیلی و از اون خوب شد و این خطره دیگه، همون جوری که چین در خطره، چون وضع مردمش بهتر بشه، هرچی بهتر بشه اینا مدرنتر بشن، درسته، میتونن بیان کنن، وقتی تو در ضعفی نمیتونی ملت فشارش اصلا. مجد من باید زود برم سراغ آشان، ولی یه چیزی هم در تایید حرفای تو بگم، یکی از دلایلی که من میخوام علیه کمونیستی هم اینجا بیشتر صحبت بکنیم یه مقدار تو این کانال هم همینه، به خاطر اینکه این عقایدم الان من دارم میبینم هم تو کشورهای غربی هم بینی از خود از اپوزیسیونهای خودمون یه مقدار داره رشد میکنه و ما حتی اگه از نظر فکری هم این خیلی از این کمونیست ها با ما هم عقیده باشن، اگه از نظر اقتصادی ما نتونیم ایران آینده رو برسونیم به جایی که بقیه دنیا داره میره، یعنی این کارهای فکری روی پایه خیلی قوی نخواهد بود، یعنی ما باید مبارزه با این عقاید خطرناک اقتصادی رو هم انجام بدیم. یعنی خیلی الان من نگرانم مثلا، چون واقعا عقاید کمونیستی خیلی داره سریع رشد میکنه، الان تو جوانای آمریکا خیلی زیاد شده، تو اپوزیسیون ما خیلی مقدار طرفدار داره، یعنی ما اگه بخوایم کار فکری بکنیم فقط طرفداری از حقوق بشر و اینا رو نباید
یادمون بره که این عقاید اقتصادی اشتباه چقدر هزینه داشته برای همه جهان، باید با اونم یه مقدار بجنگیم. مجید من واقعا خیلی لذت میبرم که هر موقع که تو میای خیلی حال کنم. آره چون وقت نداری دیگه بریم، حالا دفعه های بعد دیگه صحبت های دیگه باشه. بیا همیشه عالی میشه. ممنون. سلام. قربان. خدا حافظ.